سنی های تندروی طالبان هرچند تلاش می کنند خود را گروهی متحد نشان دهند، اما خبرهای روزانه از درگیری میان برخی مقام ها و فرماندهان طالبان پرده از وجود اختلاف شدید داخلی میان آنان برمی دارد. اخبار رسیده از شهر بلخاب در استان سرپل حاکی از آن است که درگیری میان مولوی مهدی مجاهد، تنها فرمانده هزاره تبار طالبان، با مولوی عطاالله، فرماندار تاجیک تبار طالبان، بر سر تصاحب و کنترل معادن زغال سنگ منجر به کشته شدن دست کم 6 نفر و زخمی شدن چندی نفر دیگر شد. گفته می شود برادر مولوی مهدی نیز در شمار زخمیان است. بنابر گزارش منابع آگاه محلی در بلخاب، درگیری میان مولوی مهدی و مولوی عطاالله بر سر تاراج معادن زغال سنگ در این شهرستان بود. این درگیری در روستای هوش رخ داد و در جریان آن 2 نفر از نیروهای مجاهد و 4 نفر از نیروهای عطاالله کشته و 8 نفر دیگر از هر دو طرف زخمی شدند. با تسلط طالبان بر افغانستان، روند استخراج معادن زغال سنگ در شهرستان بلخاب سرعت گرفت و ماهانه میلیون ها افغانی از درآمد این معادن به خزانه طالبان واریز می شود. بخش عمده زغال سنگ استخراج شده از معادن افغانستان به پاکستان صادر می شود. منابع محلی می گویند مولوی عطاالله که ساکن بلخاب و از قوم تاجیک است، تلاش می کند با استخراج معادن هم پول بیشتری به خزانه طالبان بریزد و هم خود از آن سهم ببرد. اما مولوی مجاهد هم که تنها فرمانده هزاره تبار طالبان است، مدعی سهم بردن از این معادن است. مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزاره تبار طالبان، پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، رئیس اداره اطلاعات طالبان در بامیان شد. وی که از حق تحصیل دختران بالاتر از صنف 6 حمایت صریح کرده بود، پس از چند ماه برکنار و به کابل احضار شد. مجاهد حدود 4 ماه در کابل زیر نظارت مستقیم شبکه حقانی زندگی کرد و از او خواسته شد تسلیحاتی را که در اختیار دارد به اداره اطلاعات تحویل دهد و خود به عنوان معاون شهرداری کابل کار کند. مجاهد پیشنهاد شبکه حقانی را نپذیرفت و اواسط فروردین شبانه از کابل خارج شد و به زادگاهش بلخاب رفت. مهدی مجاهد در بلخاب حدود 400 نیروی مسلح در اختیار دارد که همه بومی‌های بلخاب هستند، اما اکنون حضور او در بلخاب طالبان را برای کنترل معادن به دردسر انداخته و به درگیری نظامی منجر شده است. ساکنان بلخاب میگویند که اواخر روز سه‌شنبه و در پایان درگیری مولوی مهدی و مولوی عطاالله، 2 هلیکوپتر نظامی طالبان شماری افراد مسلح را به مرکز بلخاب منتقل کردند. به گفته این منابع، مولوی مهدی نیز در حال سفارایی نیروهای مسلح تحت امر خود در روستاهای مختلف بلخاب است و وقوع درگیری دوباره محتمل است. پیش از این نیز فرماندهان طالبان در تخار، بدخشان و شماری دیگر از شهرها بر سر کنترل معادن و منابع درآمدزا با هم درگیر شده بودند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.